کافه پیانو از فرهاد جعفری، قسمت اول، ورودی کافه. هیچ وقت خدا یک چیز واقعی را، حالا هر چه که می‌خواهد باشد، پشت یک ظاهر دروغین پنهان نکردم. یعنی یاد نگرفتم عکس چیزی باشم که هستم، یا به چیزی تظاهر کنم که بعضی آدم‌ها منزلت معنوی می‌دهند. از این منزلت‌های معنوی دروغینی که خوب بهشان دقیق شوی، تصنعی بودنشان پیداست. پس بی هیچ تکلفی بهتان می‌گویم و برایم اهمیتی ندارد که تا چه حد ممکن است ازش برداشت نادرستی داشته باشید. اعتراف می‌کنم که حالم دارد از بیشتر چیزها به هم می‌خورد و قبل از همه از خودم. از اینکه 6-7 سال آزگار است نتوانستم یک دستکت و شلوار تازه بخرم که وقتی می‌پوشمش آنقدر به هم شخصیت بدهد که فکر کنم باید یک کاری بکنم، وگرنه قدر و قیمت کت و شلوار به این قشنگی را ندانستم. و هیچ سالی توی همه این سالها نبوده است که همیشه 2 جفت کفش داشته باشم که یک جفتشان واکس خورده و تمیز باشد، که وقتی پایم می کنم حس کنم باید قدم بزرگی بردارم، وگرنه حق مطلب را درباره کفش به این قشنگی ادا نکردم. و هیچ پیراهنی هم نداشتم که وقتی دکمه هایش را یکی یکی روبروی آینه می بندم با خودم فکر کنم لعنتی از آن پیراهن هایی است که وقتی تنت می کنی بهت تکلیف می کند که زود باش، بجم، یک کاری بکن. و همیشه خدا از این جوراب های 3 جفت 1000 تومان پایم کردم که پای آدم بد جوری تویشان احساس سبکی و جلفی می کند و اعتماد به نفس را از آدم می گیرد. طوری که هر بار بهشان نگاه میکنی به خودت میگویی نه، با این پاپوش ها همان بهتر که سرت توی لاک خودت باشد. وریشم را همه این مدت با این تیغ های 3 بسته 5 تایی 1000 تومان کره‌ای اصلاح کردم و هر وقت کشیدمشان روی پوست صورتم و بعد که نگاهی توی آینه بهش انداختم به خودم گفتم یادش بخیر، ژیلت چه اعتماد به نفسی بهت میداد. کافه را باز کردم برای اینکه با درآمدش بتوانم یکی 2 دست کت و شلوار تازه بخرم که تویش احساس هویت کنم. 2 جفت کفش تخت چرم بخرم که وقتی میپوشمشان فکر کنم حالا هرچی، اما باید قدمی بردارم. پیراهنی بخرم که وقتی دکمه هایش را میبندم فکر کنم یک چیز دیگر هم جور شد برای اینکه تکانی به خودم و دور و برم بدهم. از این جوراب ها بپوشم که اصلا گران نیست، اما پای آدم تویش احساس سبکی نمی کند و می تواند قدم های بلندی بردارد. ریشم را هم دوباره بتوانم با مچتری اصلاح کنم و البته بتوانم مهریه پریسیما را هم جفت و جور کنم که برود پی کار و زندگیش و از تأخیر کردنم دست بردارد. این همه حرف زدم برای اینکه بهتان بگویم لباس ها اینقدر مهمند توی بودن و توی چگونه بودن ما. اینقدر مهمند توی بودن و توی چگونه بودنمان. و اگر میبینید کسی کار بزرگی نمی کند برای این است که یا لباسی ندارد که بهش تکلیف کند یا اساساً آدم کوچکیست. این بار آلبالویشو بخر. از در که آمد تو دماغش را گرفت و گفت وای خدا، بوی سیگارت آدمو خفه میکنه. و بعد با یک جور لاقیدی قشنگ که طبیعت اوست کیف کوله پشتی شکل سرمه‌ای رنگش را که داده ایم اسمش را رویش دوختند انداخت گردن یک صندلی لهستانی نزدیک بار و خودش آمد رو به من که داشتم قهوه بخار می دادم نشست. گفت سلام. گفتم سلام بابایی. پرسید سفارش چی داری؟ همینطور که شیرجوش را دور میله بخار دستگاه مثل رقص زمین می چرخاندم و تاب می دادم گفتم چیزی نیست که تو از پسش بر بیای. امروز موهاتو چه شکلی بستی؟ مثل جودی ابوت یا دومسبی؟ بی حوصله مقنعه سفیدش رو کند و داد بگذارم توی بار، جایی که پیش چشم مشتری ها نباشد و خودم ببینم که موهایش رو مثل جودی ابوت بسته است نه دومسبی مثل مادرش. بعد هم گفت که دیکتش رو شده 17. هنوز داشتم قهوه رو بخار می دادم و بومی کشیدم. گفتم چه خوب، که گفت دوستش بهش گفته حتما بابات دعوات میکنه. چشمم توی دل قهوه جوش بود، در این حال چهره گرد شدهش رو روی بدنه استیل قهوه جوش میدیدم، طوری که انگار لبهایش رو گرفته باشند و هر کدام را کشیده باشند یک طرف. گفتم با
بابای خودش دعواش میکنه. از دید من 17 خیلی بدتر از 16 نیست. تازه به مراتب از 18 بهتره. پرسید: به مراتب یعنی چی بابا؟ گفتم: به مراتب؟ گفت: خوباره به مراتب. ماندم که چطور برایش به مراتب را معنی کنم. این بود که ناچار شدم دستگیره بخار قهوه ساز را ببندم. قهوه جوش را بگذارم روی دستگاه و با دستهایم طول و عرض زیادی را نشانش بدهم و بگویم به مراتب یعنی این. گفت: یعنی همون خیلی دیگه. گفتم: نه دقیقا خود خیلی. یه خورده اندازشون با هم فرق میکنه. خیلی معمولاً با هیچی مقایسه نمیشه، اما به مراتب نسبت به یه چیزی بیشتره. قهوه رو که به نظرم دم کشیده بود ریختم توی فنجان‌های شکلاتی رنگی که انگار وقت گل بودن لبشان را با چاقو توی زاویه 35 درجه رو به پایین از جایی بالاتر از دستش بریده باشند و انگ قهوه خوردنند. سینی را گذاشتم پیش دستش تا ببرد و بگذارد روی میز دختر و پسر دلبرکی که پیش پای او آمده بودند و نشسته بودند پشت میزی که پای پنجره است. وقتی برگشت گفت که توی مدرسه با یکی از دخترها دعوایش شده. ازش پرسیدم چرا، که گفت زبانش را برای او درآورده بود بدون اینکه او کاری کرده و مستحقش بوده باشد. بعد هم آمده و محکم زده توی بازویش. گفتم: خب. گفت: خب منم حقشو گذاشتم کف دستش. بعد زیر چشمی نگاهم کرد و گفت: خودت گفتی؟ گفتم: کار خوبی کردی. حق آدم زورگو رو باید گذاشت کف دستش. تازه باید با نوک کفشت میکوبیدی یه ساق پاش تا دردش بگیره. بیا این پشت فنجونامو بشور تا چربی روشون نماسیده. فنجانها رو که دید دادش در آمد. تو که همه رو گذاشتی واسه من. گفتم: بابتش حقوق میگیری مگه نه؟ آن وقت خم شدم و توی گوشش نجوا کردم که لطفاً صدایش را برای من بلند نکند، وگرنه مجبورم گوشش را بکشم که حتماً دردش خواهد آمد. با وسواسی که از مادرش به ارث برده شروع کرد به شستن فنجان‌ها. اول راه‌ها به سینک را بست، بعد کمی مایع ظرفشویی ریخت روی فنجان‌ها. آن وقت شیر آب گرم را باز کرد تا خرخری کاسه سطح آب بالا بیاید. توی این فاصله دستکش های لیمویی رنگ کوچکش را کشید به دستش که مخصوص خود اوست. البته قالب دستش نیست، اما طوری هم نیست که ما بتوانیم دستمان کنیم. وقتی داشت می پوشیدشان گفت که باید یک جفت دیگر برایش بخرم و بعد که با پشت دست دماغش را خاراند ادامه داد: این بار آلبالویشو بخره. هیچ وقت آلبالویشو برام نخریدی. باشه؟ پرسیدم: چطور مگه؟ و بعد که لبخند شیطنت آمیزی زدم ادامه دادم: وقتی می پوشیشون فکر میکنی شبیه کلفت ها شدی؟ گفت: آره، این اون خانومه که سه شنبه ها میاد خونه کارامونو میکنه. از کجا فهمیدی بعد جنس؟ گفتم: میخواستی از کجا بفهمم؟ چون چهارشنبه است. از خستگی همانجا توی بار نشستم روی یک صندلی و سیگاری پیچیدم و آتش زدم. با رول پیپر استیلی که امیر قادری هفته پیش که شام آمده بود خونه ما و مدام میگفت چه قرمه سبزی خوشمزه ای و دلیلش هم این بود که شبیه قرمه سبزی مادرش شده، با خودش آورده بود و به هم هدیه داده بود. دود سیگاری که به زحمت پیچیده بودم توی هوای گرم کافه میپیچید و درست میرفت طرف گلگیسو که تازه داشت فنجانها را آب میکشید. پرسید: نمیتونی بذاریش کنار؟ گفتم: به این سادگی ها که تو فکر میکنی نیست. گفت: پس چطور عمو منوچهر تونسته؟ برایش گفته بودم دوستم که توی لندن عکاس است و من همینقدر دربارش میدانم نه بیشتر، یک وقتی به هم ایمیل زده بوده و گفته بوده اگر آدرس بدهم چیزی برایم میفرستد که خودش توانسته با آن سیگارش رو بگذارد کنار. پرسید: گفتی اسمش چی بود؟ حواسم پیش یخچال بود که امروز زده بود به در تنبلی و نمی کرد آب را یخ بزند. پرسیدم: چی اسمش چی بود؟ گفت: همون دستگاهه دیگه. گفتم: این هیل تور.
این هیل تور یا این هیل تور یا یه همچین چیزی. گفت سخت نمیتونم بگم. گفتم فنجانهایش را بشورد، مزدش را بگیرد و برود پی کارش و کاری به کار سیگار کشیدن من هم نداشته باشد. بزرگ که بشود میتواند بگوید این هیل تور، پس خیلی نگران نباشد. گفت برای خودم میگوید، توی تلویزیون گفتن سرطان ریه میگیرم. آن وقت رو کرد به همو پرسید سرطان ریه چیه بابایی؟ گفتم آن ریه‌ای که دربارش حرف میزنند مال خودم است و خودم میدانم با آن چه کار کنم. سرطان ریه هم یک جور مرض مزخرفی است که معمولا سیگاری ها میگیرند و چیزی نمیگذرد که آنها را به وضع بدی میکشد، طوری که موقع مردن به خرخر میافتند. مثل من. چیزی نگفت، رفت توی دنیای خودش و وقتی که تمام فنجان‌ها را دانه به دانه آب کشید و گذاشت کنار سینک تا خشک شوند، پیشبندش را باز کرد. آن وقت آویزانش کرد به دسته برنجی آن دری از کابینت‌های باز که زیر ظرفشویی است. ازش پرسیدم می‌خواهد برسانمش یا نه، که گفت نه، می‌خواهد تا خانه پیاده برود و قدم‌هایش را بشمارد. این بود که پیشنهاد دادم یک قوطی خالی آبجوی بالتیکا بردارد و توی پیاده رو بیاندازد جلوی پایش و همین طور که پیش می‌رود هی بهش پا بزند تا به خانه برسد. خیلی کیف میده، مخصوصاً اگه آدم کفش نونواری هم پاش باشه. مقنعش رو پوشید، کیفش رو برداشت و انداخت گردنش. صورتش رو آورد جلو تا مقنعش رو بدم بالا و بیخ گوشش رو ببوسم. آن وقت دست کرد توی سطل زباله و یک قوطی بالتیکای مچاله نشده پیدا کرد و برش داشت. قوطی رو نشانم داد و پرسید میشه اینو ورش دارم؟ گفتم چه خوبه که اجازه میگیری، اما چه فایده که بعدش؟ این شد که قوطی رو انداخت توی سطل و دوباره پرسید میتونم اینو ورش دارم؟ گفتم حالا آره. هر دو خندیدیم. آن وقت 1000 تومان گذاشتم توی جیبش و با دست زدم پشت باسنش، یعنی که بهتر از تا شب نشده راه بیفتد و برود. این بود که راهش را کشید و رفت سمت در و پشت سرش که آن را میبست توی درگاه کافه برگشت و با شیطنت گفت ای ببعی بی اراده. مثلا هرسم گرفته باشد که پیش مشتری ها برگشت و بهم گفته ببعی بی اراده، برای همین هجوم بردم بلکه بگیرمش، یعنی اینطور نشان دادم که میخواهم بگیرمش و حسابی گوشمالیش بدم. اما حقیقتا قصد گرفتنش را نداشتم تا گوشش را بگیرم و بپیچانم. این بود که از ترس در را محکم بست و پا گذاشت به فرار. کمی که گذشت از کافه بیرون زدم و با نگاهم توی پیاده روی که پر بود از درخت های لخت و اور پاییزی تعقیبش کردم که چطور قوطی خالی را انداخته بود پیش پایش، مدام بهش پا میکوبید و میبردش جلو و کلرت کلرتی راه انداخته بود که نگو، لابد کفر همسایه ها را در میآورد سر زهری.